همگی بابت مبارک. حاجی فیروزم، بله، سالی یه روزم. بابا میخوام بده ردش کن بره، با ولکن ما نیست. دیگه بینیم بابا، برو برو رد کاره. اینجوری که شما پول پرت میکنی نشون میده که خودت محتاج تری. گفتم تیمور خان به اینا پول مول نده. بفرما. این 200 من روش شب عید بی پول نمونه. بده به من. خدا کنه که سرت به سنگ نداری نخوره و تو کوچه بنبست گیر نکنی که بد در. برو. برو که به دای گربه سیاهه بارون نمیباره. برو. به حرف گربه سیاه شاید بارون نیاد، ولی به آهش زمین میلرزه. تیمور خان میخواد تعریف کنه اونجا چجوری لختش کردن. مسکه خیلی جذابه واسه تون ها. مسکه واسه تون خیلی جذابه ها. حرف نباشه. چش. حیف که اینجا نمیشه جلوتن واسه تون. بعد بریم حتما اون طرف. آقا ولی ما شنیدیم اونجا همه چی داره الا دزدا. دزدم داره. تا پیروز کم نداشت، یکی بهش اضافه شد، دوباره همون برگشت سر جای اولیش. ما باید تفخیص و ترقص کنیم تا این دوزی که این هدایایی که شما از سینی سفتر خریده بودید. سینی سفتر دیگه کوره. سینی سنتر منظورش آقا، اونم تحقیق و تفحص عطا جان. چه؟ یعنی میخواید بگید من دروغ میگم؟ اصلا ابدا اصلا این ارزاقه شما اصلا یه همچین وجاهت نمیاد. مشکل ماست که فرداست و اول وقت باید بریم دادگاه دنبال اون ملک چی؟ کلنگی. کدوم ملک کلنگی؟ داداشت مشکوک شده ها. باید ببینیم آقا داداشتون تو این سن و سال با این افاده های طبق طبقش چی شده که محتاج این کت و شلوار شده. ببینم این رسم امانت داری؟ من این شلوار اینجوری تبدیل تو دادم. یه الو میتونی یه جوری رأیشو بزنی دادگاه نره؟ اگه قضیه رو بفهمه بدبختی ما. بله بفرمایید. جناب گلچین، پرونده شما مختومه شده. مختومه دیگه یعنی چی قربان؟ پدر جان، رأی به نفع شما صادر شده. به نفع من؟ بله. یعنی مشخص شده که این مک مال منه؟ ولی من هرچی دو تا پنج تا میکنم میبینم که هیچی جور در نمیاد. این اومدنش از خارج با اون وز سیری شدنش به اون خونه کلنگی همه چی مشکوفه. آره آقا. بله آقا. چه جونم میخواد چالا تنهای دزد دروغگو؟ رفتید حکم تخلیه خونه رو گرفتید، به من نگفتید نامردا. برید از جلوی چشم گم شید. هیچ کی نمیخوام کمکم کنه، خودم میرم دنبال کار. آقا جداش پش میشونیم، پش میشوریم و پش میشونیم. آقا کلاته بله این سمت هم بگشیدن. بیا بیا نا 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 پش میشوریم و پش میشوریم، سر داداش پش میشونیم. آرزم به خدمتتون که از لحاظ قانونی باید برش گردونیم اون بر. بله چه فرقی میکنه؟ پشت رو نداره، خوش میشه دیگه. الو گشتیان خط خطی کام حمد احسانتی. کریم فرشم بیداد بیداد شب عیدی یه قتلم افتاد گردنمون. ای خوب دست نزد اون قلونزا ای گرفته. نگاه تو روز روشن مردر دارن تو گرس آب میشن. پدر جان اسمت چی بود؟ اسمت فکر کنم گفت تیمور. تیمور؟ بانداداش کو؟ مگه تشویش نیاوردن؟ مگه با هم نبودیم؟ نه چرا؟ نمیدونم ایوا مگه صبح با هم نرفتین دادگاه؟ چرا؟ میگم پدر جان چی زیاده دومد بالاخره؟ هیچی؟ ابدا ما مگم بذارین این پیرمرد دعا کنه. خدایا خداوند بارالها تمام دانشجوهای بی خانمان و بی خوابگاه و به خوابگاه برسون. الهی من کمپوت رو دونم همه رو خورد. الو سلام، چطوری دایی؟ خوبی؟ چی؟ راست میگی دایی؟ یه خوابگاه درست شده. ممنونم ازت دایی، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. قربونت برم. خدا کاش بیا چند نفرون بریم کلانتری خبر بدیم، یکی هم بره هتلا بیمارستانا رو بگم. نه اول میریم پزشک قانونی، اگر ایشالله اونجا بود. فنچکم منظورم اینه که از آخر شروع میکنیم. با عشق مرگ بکشین، غیبت تیمور بیچاره رو نکنن. واری کلا واری کلا احسن. آقا راجع به یه همچین آدمی اصلا چرا حرف میزنید؟ بحث نباید کرد راجع به این آدم.
داداش میشناسی تیمور رو؟ چطوره؟ تیمور کدوم خری هستن؟ آقای چیز شدن بچه مردمی چه نشسته جلو نسل پس مرد اونجوری قلان قرتکی حرف نزنی خب بعد خب ما که نمیتونیم هی بهش بگیم آقای چیز بالاخره یه اسمی باید داشته باشد بلاخره. چه اشکالی داره بگی فتل 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 بشکست چیز جلو مردم آق فتل سلام علیکم شب بخیر خسته نباشی خدا کنه که سرت به سنگ نداری نخوره برو که به دعای گربه سیاه به حرف گربه سیاه شاید بارو نیاد ولی به آهش زمین میدرد تو اینجا چی کار میکنی؟ من؟ آره اینجا خونمه شما اونجا چی کار میکنی؟ بیا پایین میفتی خونه بیفتی گردن ما نکن بچه ته ای بابا تکون نده میفتم الله ای خدا کشتم براش ای بالاخره چی شد رشیدی؟ آقای وکیل مجرد بالاخره خدا بیامرز زنده است آه پاچی متاسفم متاسفم جواب سرهنگ با من صحبت کردن چی گفت؟ از لحاظ حقوقی و قانونی چهار مرحله داره یا قبرستونه یا سردخونه است یا دیوونه خونه است خدا بیامرز به این سومی بیشتر ممکنه باشه این که شد سه تا که پنجمی پس چهارمی فکر کنم با پولای شما یه جورایی زنگ گرفته چه حرفا میزنین آقای رشیدی ها اولا که خانداداش من اهل زنگ گرفتن نیست حق کاملا با شاهین جان به خود طرفداری نکن اتفاقا شاهین جان تو خانواده شما دود از کنده بلند میشه این کنده ای که من میبینم نه دود داره جوونیش هم بخار نداره وای ول کن قضیه توزجو تو رفتی بالاخره نشون من گرفتی؟ شاهین جون برام گرفته مبارک باشی آی عطا جان جانم بانو ببین چی میشه بالاخره این ماجرا بانو جان ریلکس باش واسه پوست صورتت خوب نیست بعد همون خدا بیامرز یا مرده است یا زنده زرافه هم مرده و زنده ای 100 تومنه حتی اون فیله که مرده و زنده اش یه قیمتی آقا نصرت ساسان دیر من حالا هرچی ببینین به نظر من الان دست جمعی تشریف ببرین منزل شما تا پلیس سر فرصت جنازه رو پیدا کنه نصرت آقا ساسان دیره دیگه حالا هرچی مهین جون یه بارم شو شاهین جون درست گفتا شما ها بفرمایید خانواده محترمه آن مرحومه کارها رو بسپرید به رشیدی همه رو انجام میده نگران هیچی هم نباشید بریم کجا بریم همین به پلیس خبر دادین تموم شد؟ توقع دارین تمام تلفن‌های پلیس 118 و 125 رو همه اینا رو زنگ بزنین برای یه جنازه‌ای که احتمالاً الان خدای نکرده مکفن هم شده. مکفن. عزیزم. ببینید در حال حاضر هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. من با اون سربازه صحبت کردم. گفت ایشالله اگه اتفاقی افتاده باشه جنازه 3-4 روز طول می‌کشه تا برسه پزشک قانونی. خب توی خونه منم همینو گفتم نازگو شما دو تا بزنید هم. ای وای داداش رشید. رشیدی ام بفرمایید خانم من دخل خوبه ناموس نرد داشته خانم خودت بزنید چیه درمش بریم آخه گوشیمه سب کن آرکی مامی هلو مامی از قول من به مامی تسلیت بگو آن چیه بگو نیست بچه‌م میگه اسمش تو لیست هیچ پرواز. آخه خدا بیامرز سال کی با پرواز رفت؟ اون ترس از ارتفاع داره. آخرین بارم با اتوبوس رفت. شاهین جون خودش نیست خداش هست دیگه تام کروزش نکنید. آخه چشاش قشنگه. کجاش قشنگه؟ شفرده بزرگ بود. خدا رحمتش کنه به خاطر دماغش دومت کفم بیشتر برد. نصفش تو طبقه اول خب نصفش تو طبقه دوم. نه خوشتیپ. آقا ولش کن. خوش سر مرده حرف نزنی. خدا رحمتش کنه. تموم شد پیکارش. فرشم شب هفت بشه. کی مرده؟ ها؟ شاهین. جون این نوستت. نوستتو کفن بکنم به من بده. من نفس کنم. اما دفنش نکرده یکی دیگه ما دفنش کنیم بذاری تمام بشه بعد این یکی نمیدونم حالا که قسم میدی که نمیدونم
رشیدم. بله خانم. ای بابا میگه من صدا گمون کنم باید بریم سالن تشکیل جنازه. تشکیل جنازه؟ آره به نظر منم بریم پزشک قانونی، ان شاء الله اونجا سعی و سالم پیداش می‌کنه. بانو بفرمایید. استرس برای پوست صورتت خوب نیست. بریم از اونجا بریم تا قبل. بفرمایید. بفرمایید. سلامتی عروس داماد و دانشجو ما صلوات خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله به سلامتی برن از هر خانه زندگی نوشا صلوات خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دکتر پول 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 پول. این سهم تعمیر لوله‌کشی ساختمونه. قشنگ خانم ما دیگه حساب کتابی با هم نداریم. دستتان درد نکنه. کاش همه به خوش حسابی شما باشن. همه خوش حسابی. چی چی؟ ای پول پول خونه. چی چی؟ پولشانه داده اجارشانه. بله. قشه خانم ببخشین دا احترام شما فریضه، ولی خب آخه یه ریزه آدم یه جور حرف میزنه انگار صندوق ذخیره ارزی ما سر ریزه به شما نمیدیم. بابا ما همه دنگ دنگیم یه رنگیم. حالا اجازه بدید شما خسروی حقوق بگیره آبرو من نبر چون هرو هرو چنان میگه حقوق خسروی انگار هرکی ندانه نمیفهمه که دلقشه حقوقش از در میگیرم یارا همون سر پله تمام بشه. دلقشه خانم جان تو رو به حق این روز عزیز قسمت میدم، تو رو به خانه خاندانت قسم میدم. چه تو رو قسم میدی؟ اگر میشه پول داری یک کمکی به من بگن. پول مخوای؟ ای خدا مرده بعد دست این گدا گشنه ها. بیا گدا گشنه که؟ ما تکت دیگریم. گوشت هم بگیرید ببینید چی میگم. به ما میگه کولی. ما از این گدا گوشه های کنار جوب نیستیم که. او 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 آدم گدا این همه اعداب قیرتی بازی و تکت دی تو هم گدایی دیگه. چی میخوای؟ کمتر سرشو بفتار سرشو بفتار مواظب سرش باش. مواظب باش. مواظب باش. داشته باش. میخوای دراز بکنی. یارو گرفته. آی. برای چی منو آوردید اینجا؟ صبر کن دیگه. آقایان پولزن، ببخشید، آقای دکتر، خانم دکتر وانت بذاریم یاروش کنیم؟ بابا جون من جز با اقل منقل اینم که آوردی منه با وانت ببری کجا؟ اصلا ماشین هست یا با هم یارو کنیم دیگه. یارو کنیم پولشو گرفتم. خوب کاری کردی. نخم با او قیافت بیایی بر وای سبینم تا بلش میکنی. چته؟ چه من؟ سرخوشی؟ ناخوشم. آقا فریدون قشنگ خانم ایشونو با این وضعیتش هیچ کاری نمیشه کرد، تکونش نمیتونیم بدیم مگه اینکه شما ببرید پیش خودتون دیگه. خب درست هم مسئول ساختمانم، اما این آقا که موتورخانه نیست که من بیارم زیر پر بال خودم. ببریدش کلانتری. تمام شده رفت. اتفاقا دلم میخواد منو ببرید کلانتری تا از دست همتون شاکی بشم که اینا میخواستن منو بکشن. چیزه بابا کلانتری کدام؟ خودمان حلش میکنیم دورم. چطور حلش میکنیم مگه شکر دو متر قد و هیکل داره؟ قشنگ و یکی باید آب بده دست این مرد. ای بابا این حرفا چیه؟ مهمون حبیب خداست. آقا پتل اصلا تشریف بریم منزل خودمون. بذار ببینم آقا حالکت خاصه؟ خوبی؟ خوشی؟ گشکس به تو مربوطه؟ به تو مربوطه؟ چرا خودت بکشی؟ نه الحمدلله. مگه اینکه شما حالی از من بپرسید؟ میخوای من حالتو بپرسم؟ نه خیر شما احتیاجی نیست. میخوای سلا سر نکش با منه اصلا با منه ها؟ با تو هم حق نداره باشه. ای خودش کس و کار داره. کس و کار این زبان داره؟ من فکر میارم با ما چه؟ خب همیشه همه چی اول ما بوده. من میگم که آقای چیز شما تشریف بیارین خونه ما، یه خونه پیپاشین در رفته داریم. ست بچه عجل هم دارم ولی خب به یه شرط. مال اینا دعا کردی گرفته بود مال ما باید دعا کنی. اب نداره ولی خب بچه هم سرت فقط هوار میشن نترسی. دلت خانم این چیزه بابا دعا کدام دعا کردی گرفته برای اینا برای منم دعا کن. این هی یه چیزی رو هوا گفته. اب نداره پیرمرد گناه داره من میبرمش خونه همون. اب نداره آقا کار نباشه کار خودت بکن. آفرین خواهش میکنم. آفرین یاد بگیر از این جلوی ما همیشه خودمون به رجاییم کدبانو هفتش جاییم. بلندش کن پیری رو بلند. خواهش میکنم.
بچه بیا برو در بازی کن. بفرما خیلی خوب. شما جا همشیری میریم، من اگه جای شما بادم میذاشتن این تو حیات بمانه تا خود خسروی بیاد. بابا این بنده خدا مریضه، پاشون که لب گور کار میکنه من نداره. بنده خانم ببخشید، اگه از اون نترس که سر به کو داره، از اون بترس که داره. با اجازه آقای کاپرفیلد، خدا حافظ شما. بچه اینجا بازی نکنه. بچه من کار نداشته باش. این وقت کودکستان با کردیم. بچه ها خودتون میگم که گلاب به روتون اگه این بار بذاری زمین چند تا میشید رو هم؟ چهار تا میشن به سلامتی. این کاظم خوشدست ابرام چارشاخه، اونم که دقیق دغوله ننشه. فقط شما مال ما دعا کنید. من شما رو آوردم اینجا، یه عالم گیر و گور داری، باید فقط دعا کنی. یکم این که پست دولتی قراره به مستضعفین بدن دیگه، آقا خسروی بون منتظر پست دولتیه. بعد یکم این که صابخونمون تشتک سیرابی ایشالله که گور به گور شه. فقط شما این دعا رو بکن دیگه، ما پولم ندیم به این صابخونمون. دعا میکنیم. باشه، دعا میکنم. خب پدر جان شما یخته با این بچه ها، من بازی کن، من میدقی میرم با همسادا حرف دارم برمیگردم. بعد اینکه خونه ما خیلی راحت باشین. خب اینجا درسته ما جزء طبقه خورده پایین، ولی مراممون برجورابیه. آره دیگه الان برمیگردم. راستی حالا چی کار کنیم؟ چیکار میکنی؟ حالا که این قاضلنگ نیست یه نفس راحتی میکشی؟ خونه هرم میفروشیم چلفتی و یه لیوان آبم بود و سلام. آره آقا. بله آقا. آقا چی چی رو میفروشید همینجوری واسه خودتون؟ با سفالگوش باستادی وکیل زبرجد تهرون. جسارتا زبردست ها. زبرجد هم داریم، جاش اینجا نیست. عطا جان بی خودی پول نمیگیرم از شما که به جای شما فکر بکنم. ناسلامتی من وکیل تیمور خانم دیگه. عرضم اینه خدمت شما. حالا شما رو باید سلسله مراحل رو طی کن. مراتب آقا. مراحل هم داری. اینم اینجا جاش نیست. آقای عطابک خان ما بفروشیم چی به تیمور خان بگیم آقا؟ آخه نه الان قرار نیست چیزی بهش بگی. وقتی یه دونه مشتری دست به نقد رسی اون وقت شما آقای وکیله زبردست زنگ میزنی به تیمور خان. بابا زبونم لال، مگه تیمور خان خره که نفهم آقا؟ یه بلا نسبت بگو. نه بلا نسبت نمیخوام. آره آقا باش جواب مستجره رو چی بدیم آخه؟ قربونت برم ما. شما که نمیدونید، ندیدیشون اینا رو که؟ اون مستجره که من دیدم به هفت خط گفتن زکی. برو بالای نخط آقا. خیلی شهر شما نگران این چیزا نباش. لبوی ده مال مهمون عزیزمون آوردم. ماما پاشین در از بیر بیچاری پاش بیر لبو بخور. پاش بیا سرتر روی. ببخشین ده نم بندازی و آفت. ما معذرت میخواییم از شما، امکانات ما یه خورده اینجا ناقصه. از تولید به مصرف ها لبو داغه. بفرمایی خواهش میکنم بکشم برای تو. شنیدی خط فقر رو؟ ما سه فرسخ زیر خط فقره. ما اینقدر فقیر بودیم آفت، اینقدر فقیر بودیم اون موقع. مادرم که قادر نبود منو بذار، این بود که خالم منو زایید. منظورش اینه که خالش بزرگش کرده. خدا نگذره از این صابخونم و آخ، خدا نگذره سقط زده پالون دوز. اگه بدونی این چه کرد با ما، یه کاری که ما آلاخون والاخون شدیم تم. من زندگی عیونی داشتم، زندگی من اینجور نبود که تمام جلبندیلیم الان تو کارتونه. تو روحی همچین صابخونهی باید فوش ندین. لعنت با من. آخ بطل رایت کنی، زن بچه مردم اینجا نشسته دیگه، گور به گور شده. بعد خب حواسشون نیست دارن تلویزیون جون به تماشا میکنن. نه اختیار داری، مغز اینا از من شما خیلی بهتر. اینا دیگه شخصیتشون شکل گرفته، اما این نسل پس فردا ما هنوز شخصیت پردازی داره میشه. خب بعد آموزی داره بعد. خدا انشالله زیادتون کنه. قربون شما. تنها دعایی که میتونم بکنم همینه. انشالله. میگم ببین منو. سریاله. بله میدونم سریاله. منو نگاه کن. بیریو اونجا چطورن؟ چی تو اینطوری مات شدی به نگاه میکنی؟ سوسانوی دیگه. سوسانو با چه درده تو میخوره؟ مرد حسابی فکر خونه زندگیتون بشه. هستم. میگم این خانم لبو هم بوس نداره ها؟ ماشالله دهنداره.
حالا شما از همه مهمتر یه چیزی به نظر من رسید. یه استراحته که به خودت بده اقلا. یکی به زبونه، یکی هم به این بلبوها رحم کن. آخه این آقا پتله چیقه خوشمزه است، نه؟ همچون نیگرش داریم. داشتیم آقا پتل این نامه؟ نه، چیشی داشتیم؟ یه موقع نکه ما سه تا پسر داشتیم. ایگه آقا خسروی هم خیلی دلش میخواست که یه دخترم داشته باشیم، دلسوزمون باشه دیگه. این ماشینا شیش سیلند که بنزینشو سوزون در خوب حق ما بوده دیگه، نقدم باید میدادم. منتها دیگه الان که به ما که رسیده وا رسیده دیگه. حال ما انشالله دعا میکنیم همه چی درست شه. آقا فتل ول کنین این حرفا رو، من میگم باید یه فکری به حال این خونه بکنیم. دیروزود داره ولی سوخت و سوز که نداره. باید بلند شیم از اینجا. بله راه رفتنی رو باید رفت. آقا این صابخونه بی همه چیز جد آباد هفت نسل بی خودی سیرابی میخواد اینجا رو بکنه پاساژ. وقت میخواد مفت مجانی ما تخلیه کنیم بریم. پس ما اینجا چیشیم؟ قاقیم؟ من به چهار میخش میکشم نمیذارم ده. یعنی پول بگیریم بلند شیم؟ نه په همجه پول نگرفته تخلیه کنیم. خانوم من یه عم با شرف زندگی کردم، این پول از گلوی من پایین نمیره. نه خیر، این پولا خوردن نداره به نظر من. تو خونه هر کیم بیاد اون خونه رو نابود میکنه. این عقیده من. آه حال دیگه این سنگ پام مال ما شد مظهر لطافت. شما فکر کن ما یه میلیون از اون پول پیش خونه قبلیمون که پیش صابخونه مونده بگیریم، خب تا تونل توحیدون با اون یه میلیون بهمون جا میدن. نه شما بگو جا میدن. یعنی شما اگر یه خونه گیرتون بیاد بلند میشید میرید از اینجا؟ من نامردم، من زن نیستم، من درد دل نیستم، من این خونه نرم. ایشالا آقا فتل برای ما دعا میکنه یه جای پیدا میشه. وای چه خبر خیابونا، مردم تو ترافیک. بیا این لاله ها رو بردار بذار تو اتاق من، یه زنگم بزن ببین چرا نمیانی سفره هفت‌سین ما رو درست کنن. میگم شهین جون حیف نیست سفره هفت‌سین تو بدی یه دکوراتی و بیرون بیاد درست کنه. خب خودمون میچینیمش. آخه عزیزم حیف نیست اینجوری ذهنتو درگیر مسائله حاشیه‌ای می‌کنی؟ پیشش انرژی تو بذار درستو بخونی زودتر تموم شه، هم خودت راحت شی هم جای ما یه خورده بازتر شه. شهین جون یادش بخیر اون موقع خام جونم یادم سمنو میپخت از دو هفته قبل سبزه میذاشت. یادش بخیر، یادش بخیر. بگو ببینم اون کارا که گفتم انجام دادی؟ چی رو؟ همینی که بهت گفتم مردم دو جورن، حواست باشه. یه عده‌شون فیلی نیستن، یه عده‌شون ویزی نیستن. اولندش که فمینیسم. بعدش هم اون دومی که گفتی یعنی چی؟ توی این سایت گلگل نوشته تمام اینا رو. چیکار بکنین، چیکار نکنین، زنو چیکار کنین، حرف نزنه، چیکار کنین، به تو کار نگه. تو الان باید گوربردم اجله بکشی. آره آقا. نگران نباش. این وصله به ما نمیچسبه. من تا همین جاشم اندازه یه گاوداری گربه کشتم. باریکلا باریکلا. کارو خوب شروع کردی. الان داری چیکار میکنی؟ الان؟ هیچی. یعنی منتظرم آمبولانس بیاد. آخه این شهینه هی ترمورخانه میزد تو سر من. منم زدم آش و لاشش کردم. ببین ماشینه که اومد شهینو بار بزنه بفرست در خونه ما، ماهینم بار بزنه. متوجهی؟ تو که پنج روز آمبولانس گرفتی. خب آخه نه اینکه ماهین خواهر بزرگه است، پوستش کلفتره، هفته دو بار میزنمش. دمت گرم تو یه مردی. کی میشه منم هفته دو بار زنمو بزنم؟ عمرن حالا زود. آخه زن تو چیزی نداره دو پا رو. یه دونه چکش بزنی ولو میشه. اما این نه، این پوستش مثل این چیه این حیوانا هستش تو این فیلم های سرخ پوستی میکشن فوفالو، مثل اون میمونه. سلام. که زدیش؟ آره دیگه هفته یه بار. آره دیگه فقط موقعی که تو دانشگاهی جلو تو که نمیزنم اسکه. ای وای نصرت بابا دارم بهت میگم ساسان ساسان. بابا من زنم ناراحت میشه تو من صدا میکنی نصرت ساسان. میزنه منو، آمبولانس میاد.
کو؟ تیه تو بکش. بگو با میشوه بچسب به کارهای فردا. چی بود؟ هیچی، شهین بود، یان به هوش اومد، زدمش دوباره از حال رفت. کار خوبی کردی. اینا اگه اما کتک نخورن که اینجوری نمیشه که فردا میگن ظرفشونه نمیدونم رفت دروب کن غذا بپزین. مردی گفتن زنی گفت. حالا ول کن این حرفی زن و نرو. نفهمیدی رشیدی چیکار کرد؟ گفت فردا خبر میده. یعنی میشه حتی؟ معلومه که میشه. ما کارنامه رو که از تیمور داریم میگیریم، از چنگش میکشیم، همون الگومش میکشیم بیرون ملکو. میدیم به یه مشتری پیدا میکنیم به اون. آره آقا. مستاجرا چی؟ مستاجرا چی؟ اونا هم پرروش شدن، اونا رو هم حسابی میکوبیم. عین زنامون، شاهین و مهین. مهین مهین که عین ماه میمونه. سلام وانی جانم. سلام آقا. میزنی؟ کیو میزنی ها؟ من که تا همین چند روز پیش آهوت بودم، جیرانت بودم، حالا شدم بوفالو؟ حیوانکی، یعنی حیوان حیوانه دیگه، چه فرقی میکنه؟ همین خر خودمون، ببین چقدر حیوانکی چشای معصوم و خوشگلی داره، اسمش خره. حالا کی بود؟ نصرت بود، میخواد زندگی ما رو به هم بریزه. فکرت میتونه؟ نمیدونه ما دوتا فنجون عشقیم. فرچ عزیزم، فرچ، بله. این کجا؟ کلی کار مونده هنوز. یه اجازه بدین، میخوام برم سر فیزیلس خودم. حالم به هم خورد. نگاه کن، نگاه کن بچه ها چه بلای نجسمون کردن بابا. دادن این تیر غیب خورده ها که این شرمنده هم. آفتر نجس شدم من، شرمنده ای؟ توهین نزن به بچه هم. آفتر شما رو دوست دارن دیگه. صد هزار بار گفتم بابا جون یه جلو پلاسی یه گونی چیزی به من بده برن زیر یه راپله راحت بخوابم. آوردی منو صاب وسط لونه زنبور، وسط این تیر غیب خورده های. آفتر گفتم که شما رو دوست دارن، شبیه با بزرگ خدا بیامرزش هستین، دوست دارن شما رو بغل کنن. میخوام 100 سال سیاه شبیه بابا بزرگشون نباشم. بابا بزرگ کدومتون؟ من منو خدا بیامرزه. ایشون هم بابا بزرگش اینجوری بوده؟ نه بابا درست ببینم بابا چنباله کن بزن خاله خانم بذار یه گوشه. حالا چه دم شد اینا رفت. حالا بیا بشین سونت رو بخور آقا فتح. بیا بیا بفهم خانم برات چای بریز. بفهم پات چطوره؟ خوبه؟ یه چای براش بریز. بچه‌م 4 ساله خودشو خیس نکرده، انکارا نمی‌کرد. من فکر کنم که ایشونو تو خواب دیده. کارتون میبینه فکر کرده دایناسور دیده. درد دل خانم. ترسیده خوب بچه‌م. خوب اون فتر پات چطوره؟ خوبه؟ یادم رفته بود اصلا پیچیده دیگه درد میکنه. بله آخه خب اینو باید ببرین عکس بگیرین ازش، یه دکتر دعوا بکنی یا همین ازم خانم شکسته برم ببینم. گرفت چی میگی همینجوری از خودت میبافی؟ پول کجا بود؟ راست میگه پول نداره. پول بمیرم الهی کس کارتون؟ پول ندارم. این یه بار عکس بگیر دکتر، مگه الکیه؟ کلی خرجش میشه. خب پک معاملتون یادتون نیمم کس کارتون؟ چرا؟ من چه میدونم فکر من کی بوده؟ نه آقا جان این چی چیه گذاشتی جلوتون؟ چی؟ آخه یه کاسلتی خاویاری، یه دویست تخمرغ نیمروی، املتی، نمیده اصلی کره ای دهن من وا نمیشه که ماشالله اردو همجی مخملی میدیم. همین هم بخوری اینه بچه ها بیدارشن نخوش کم دیگه گیر تو نمیاد. پنیر کیلو خدا تو منه، این پنیر به خوبی بخوری دیگه. ماشالله صبحونه احیونی یادتون میاد، چیزی که یادتون نمیاد. خیلی ماشالله بزن شما فقط معدت میاری خونه مردم، معدتونو. خب خانم من میرم اداره، کاری چیزی نداری؟ بشه بشه بیارو چی چی میشه؟ تنها بمونم بمونم. خانم این حرفا چی میزنی؟ یا سلامتی سه تا مرد تو خونه است، بیدارشون کن. خب آقا جون منم باید میام. کجا؟ با هم میریم جلوی در یه دمرومگاه جایی از این چی بهش میگن اینو من پیاده میکنی، من خودم میرم معالجه میکنم خودم، من دوام میکنم. چه کاری داری؟ پیادهت کنم؟ بله من ماشین نداری. نه باز پیاده بریم. خب باشه من پیاده کنم خودم میرم دیگه. باز میگه پیاده کنم. ببینم اصلا تو پول داری میخوای بری دمرومگاه؟ به پولش چه کار داری؟ من میرم اونجا التماس میکنم، بالاخره دریشونو به راه میارم، یه کاری میکنم پامو درست کنم. مفتکی من میگم چرا شما یه کار نمیکنی اینو ببر دمرومگاه خودتون و با دفترچه خودت دکتر
یه نقصه چیزی بیپیچه مالیم. درد دل خانم، تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ غیر قانونیه. اینم که همش مال ما قانون میکنه. همچی میگه انگار ایشونو تو تالار زدیدم مرد تو طویله. کدوم قانون گل بلبلی میگه به این پیر مرد مردنی نباید رسید؟ خب ما داریم میرسیم دیگه، صبحونه، نهار، شام، جای خواب. تازه بلند شو، بلند شو اون پالتوی بابای خدا بیامرز تو بردار بیار بیرون، هوا سرده، بزو بپوشی. چی پالتوی خدا بیامرز بابات رو بیار؟ ابدا. یعنی حرفش نزن، من بد دلم تا پالتوی میگه میخوای تن من بکنی؟ باش برو دنبال بابا. تمیز سه بار شستیمش. شسته باشی. نمیخوام من پی پالتو میگه تو دنم. خود بیامرز بابام تو همین پالتوی سکته که یادته؟ بپوشه. پالتوی اون به من نمیخوره. میخوره، اتفاقا اندازته. کل قد بوده اون، انقدر بوده به. گفتم که شبیه بابا بزرگ بچه‌ای. یادت نیست؟ بابا خوش تیپ تر. بلش بلش، تکلیف اینو روشن کن. دعام که نمیکنه دیگه. دعا میکنه. دعا من تو را من خودم درست. یا علی پارک جوراسیکه. وای چقدر این شله. بله. هلو. سلام شاهین جون. سلام دیره من. قربونت برم، دیر نیستش که دیشب با هم دیگه صحبت کردیم. نصرت چطوره؟ نصرت رو نمیدونم ولی ساسان خوبه. حالا هرچی. میگم شاهین، من بالاخره نفهمیدم تو امسال سفره عیدتو چجوری میخوای تزیین کنی. سفالی میچینی؟ کریستال میچینی؟ سنتی میچینی؟ ست کنیم با هم. هانی جون خبرو زود میرسه ها. به جان شاهین، نگه نگار بهم چیزی گفته باشه. حس هفتم خودم بهم گفت. عزیز دلم. اون حس ششمه. هفتم هنره، هنر هفتمه. یا ششم یا هفتم، سر یه دونه که آدم معامله رو به هم نمیزنه که. بالاخره چه کار میکنی؟ من که هیچ کاری نکردم. سفره هفت سینم که عین پارسال میخوام بچینم، هیچ چیزی هم نخریدم، همه چیزم مثل همون پارسال. اصلا دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم من اینجور. شاهین جون، همه اون چیزایی که برای عید خریدی تو کمد جا نشد، کجا بذارمشون؟ تو بیبر سر درست، من خودم یه جور جاشون میدم. الهی که مبارکت باشه خواهر جان، ما که بخیل نیستیم که. به نگارم خیلی سلام برسون. من خودم دوتا مجسمه رفتم واسه خونه تازمون خریدم شهین. ما نخر اینا رو، بردار ببر تو خونت، اینا مال مرده هاست. برمیداری میذاری تو خونت، هزار جور درد و مرض میگیری. عتیق است و بعدشم اون لباس تن مرده است که بپوشی هزار تا درد و مرض میگیری. حالا اینا به کنار، امان از دست این عطا. بگو چیکار کرده؟ چیکار کرده باز؟ رفته به یک از شرکای داداش یه پولی اضافه تر داده که تو خونمون سیستم بانیگاردی هم بزنن. چی؟ بانی گار وین. الان گفتی دیه نا؟ همون دیگه، اونجوری نوشته میشه، اینجوری شنیده میشه، یکیه. خب حالا این چی هست؟ نشیدی؟ نه دیگه. بابا خیلی آب تو تیته. ببین، سیستم بانی کابلیه این یه سیستمیه که تو خونت میذاری بعد همه جای خونت رو تو یخچالت میبینی. البته باید سایز بای سایز باشه ها. ساید بای ساید. حالا هرچی. نه عزیزم، ما به اون احتیاجی نداریم. تو خونه ما کسی رو چک نمیکنه. در عوض ما دو برابر پول اونو دادیم. یک الکتریک ماجیکال توربو گرفتیم که خیلی بیشتر به کارمون میاد. اوکی. ما هم گرفتیم. مونده تو دهنه گمرک گیر کرده. خیلی خوب دیگه سیستر من. من پاشم به کارام برسم، همه چی مونده. برو سفرتو تزیین کن، به نگارم خیلی سلام برسون. اوکی بای. خدافظ. این الکتریکی مجید تندرو دیگه چیه؟ حالا ببین کی بهت میگم. این مرتی که تیمور که روی تیمور لنگم سفید کرده بگیرین اناسی. ساسان بابا یه گندی بالا برده، حالا ببین کی بهت گفتم. 100% با پولای ما استخلاص کرده. اختلاس میگم. میخوای خودمون یه سر بریم دبی ببینیم خونه ها چه خبر؟ نکنه شب عیدیه به خنس بخوریم ها. ببین اون وکالتنامه ای که از تیمور داریم تا کی تاریخ داره؟ تا آخر امسال. چطور مگه؟ چایی بریزم؟ بریز فیلی نیست. اولا اینش که فمینیزم، بعدش هم این که حرفتو گوش کردم. اول باید اونجا رو تخلیه کنی، بعد میکوبیمش، یه دونه از این مجتمع تجاری های غول پیکر میسازیم، یه برج میسازیم، دو غولو، بعدم خودمون میزنیم بهش یه 11 سپتامبر هم خودمون درست کنیم، معروف میشیم. الان درد داری؟ یه کمی. سعی کن زیاد بهش فشار نیاری. خب نه فکر نمی کنم طوری شده باشه. یکی پات راه برو. هیچ خورده دیگه، طوری نشده. آره خوب میشه. آره خوب، یه کمی درد رو میکنه. باید تحمل کنی درد دیگه.
خب آقا فتر رسیدیم، اینجا محل کار ماست. کو؟ نگاه کن. اه؟ بری کلا جا قشنگیه. رئیس اینجایی؟ ما نگهبانیم، رئیسمون کجا بود؟ عذیتمون نکن، این قیافه نگهبانیه؟ از اون لاز بله رئیسیم دیگه. رئیسی دیگه؟ خب بریم تو. اینجاییه؟ نه واسه چی؟ حوصله تو رو ندارم، میخوام بیرون باشم تو پیاده رو خیابون را برم، مردم رو ببینم. باشه هر جور راحتی. مامم درد میکنه. ببین آقا فتن، یه وقت نری بشینی بساط پهن کنی گدایی کنی یا سه سود گدا رو جمع میکنم. با پالتویی که تو به من دادی گدایی هم میکنم، غصه نکن. ببین میام پولم به میده. ساعت یکم من میام اینجا دنبالت بینیم واسه نهار و نماز. خب بازم گفته باشم ها، زیاد دور نشی گم کنی اینجا رو نتونی پیدا کنی. ای بابا زنم بیچارم میکنه اگه گم شی. این کارا چی کار داری؟ شما برو به کارت برس، منم میرم یه گشتی میدم. پس من ساعت یک میبینم. کار نداری؟ یه اینم بگی تا گدایی رو. بابا سردت میشه آخه. گدایی رو به ما ثابت نکردی که پول این زنجلوم. هر جور راحت باشه، هر جور راحت. پس من رفتم. برو شما به کارت. برو برو آقا جون. عکسی عکسی فرمانیه فرمانیه با شما با من؟ بله کجا بایستم؟ اینجا توقف کنم بفرمایی جلو تر چرا با نایستم اینجا؟ مگه اینجا اشکالی داره؟ مگه من ماشینم که متوقف نشم؟ فرقی نمی کنه ماشین بالاخره بخاطر شما باید بستی یا نه؟ با جلو بدارم با جلو. ای بابا کجا برم آخه؟ میخوام برم فرمانیه بابا. فرمانیه اینجا که ماشین برای فرمانیه باید نمیسته. چی شد؟ به قیافه ما دیگه نمیاد؟ من یه موقعی پنج تا خیابون اینجا میخریدم آزاد میکردم، امروز به پیسی افتادم. فعلا که دارم تاکسی میگین اینجا نگیرید، برید جلوتر لطفا. ای بابا دولا جلو آم در برو جلو برو جلو باشتم باشتم شما بگی بابا بگی بابا چند 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 به این ماشینه هستم. ای با اون ماشین هستی؟ ببخشید جاب سوام با اون بودی. ببخشید ما هم رفتیم. از این همه ان نبردمون مردیم بال پشت دبون آنتنت درست کنی، اینم که این مال ما خودشو لوس میکنه. به ترکه چش حسود و بخیل و بیگونه و هر کی فیلم خارجی میاره توی خونه با یک گلگیس بازشان آدم عراب در میکنن. این آخرین سوسانو سقط شده مار میفرسته لادست قبرستون خودش میره باغ بستون. یکی نبه این سوسانو زیرابی بگه آی کلاغ خرخاری طور چه به واقع درباری پنبه به تو ریختت بمونن. خراب شد قشنگو. خراب نشد؟ نه هنوز درسته. میگن نشد خراب مانده، خراب نشده هنوز. پنبه به تو ریختی آنتن بمالن که هر کارش بکنی همونه. من نمیدانم، همه میرن این آنترشان دستکاری میکنن درست بشه، تو چرا خرابش میکنی؟ مال اینکه آن خسروی هر دقیقه میو ساعت 6 بعد از اون میخواد بشینی پا جمعه سوسانو ببینه، یه کار میکنه آرزوش به گور ببره. جد آباد چه میارن جلو چشماش؟ به چرخانش طرف کو راز بقا نشان میده اوطوری. حالا خیالت رسیده جلو سوسانو رو گرفتی؟ اوشین قد بلند میکنه، بعدش خالی کوه، بعد یکی دیگره، یکی دیگره. سوسانو نباشه پوسانو، مگه تمامی داره این چشماریکا کل ولات گرفتن. ما بالا امکانات نداریم، اگه ما امکانات داشتیم خیلی بهتر بازی میکردیم. چیه اون با اون ریختش؟ حالا نیفته پایین و بار شیشه داری. بچه‌ای که یارانه بهش تعلق نگیره دیگه کالا قاچاقه. میگه قاچاقه. خوبه نو ما دادی جلو راست راست راه میری همه میبینن. برای حفظ کانون خانواده، هر کی میخواد کانون خانوادهش حفظی آنتنار باید خراب کنه. خراب شدی خراب مانده؟ درسته. نه درسته. خراب نشده، چشماری که بیشتر به چرخان. اینم که درست نمیشه لاکردار. جا رفته اکبر آقا خسته نباشی. سلام رئیس بزرگ. ببینم تو یه پیرمرد حدوداً 70 ساله یه کلا شاپو سرش بودی و کت شلوار پوشیدی بود، یه پاشم میلنگی ندیدی همین دور برا قدم بزنه؟ متهمه؟ نه بابا فامیلمه، یه کمی حواس پرتی داشت بیچاره. آره اینی که میگی با این مامورم حرفش شد. خب خب یه مقدار آره تکم میزد. آره آره خودش کدوم وری رفت؟ از این ور رفتم تو. ای داد بیداد بیچاره شدم رفت. این شب عیدی هم قتل و آدم ربایی افتاد گردنمون، زنم بیچارم میکنه. جمعش کنید مهمون داریم، زود باش. بفهم آقا بفهمید آقا مشاهده میفرمین آقا. ببینید شما به اینا حقوق میدید
که کار کنن نشستن دارن اکس میکشن. خجالت داره واقعا. سلام تی میخوام. این چه وسطیه رو انداختیم؟ یا به به دست ننم درد نکنه با این دوما تربیت کردن. دست ننم درد نکنه با این دوما رهنه بشه بینه. سمنو آی سمنو مال پای هفتین سمنو میپذیم ما سمنو برای عروس خوشبخت سمنو سمنو آی سمنو مال پای هفتین سمنو میپذیم ما سمنو برای بچه دلدرد سمنو سمنو آی سمنو مال پای هفتین سمنو میپذیم ما سمنو. سلام. دست نباشی. سلام. شما خسته نباشی. آقا فتل کجاست؟ رفته بیرون. نه بابا من صبح با شما نیومدین برین نسخه بیچه دکتر مال شما تو اومد بیرون. فقط این ازش مونده. گم شد. خاک به سرم شد. آقا پتلو خوردن بوس جام انداختن بیرون. پالتو آقا جون بوس کی؟ فتل فوتها الله.